وقتی نیچه گریست، نویسنده اروین دی یالوم، مترجم مهدی لطیفی، خانش جویبار، فصل 16. بریر طبیب برجسته علم پزشکی معمولاً ملاقات‌های بیمارستانیش را با گفتگوهای کوتاه کنار بستر بیمار آغاز می‌کرد و سپس موقرانه به کند و گاوهای پزشکی می‌پرداخت. اما وقتی صبح روز بعد وارد اتاق 13 کلینیک لوزان می‌شد، می‌دانست که خبری از گفتگوی کوتاه نیست. نیچه فوراً اعلام کرد که حالش به طرز عجیبی خوب است و نمی‌خواست وقت ارزشمندشان را صرف صحبت در مورد علائمی کنند که وجود خارجی ندارد. از این رو پیشنهاد کرد که سریعاً کار خود را شروع کند. زمان بیماری من دوباره فرا می رسد دکتر بریر. ولگردی هایش هرگز طولانی مدت نیستند و جای دوری هم نمی روند. اما اکنون به تعطیلات رفته، پس بیایید کار ما را با مشکل شما ادامه دهیم. تمرین ذهنی که دیروز به شما دادم را به کجا رساندید؟ اگر درگیر اوهام برتا نبودید، به چه فکر می کردید؟ پروفسور نیچه، بگذارید در ابتدا از چیز دیگری سخن بگویم. شما دیروز لحظه ای لقب حرفه‌ای مرا حذف کردید و مرا یوزف صدا زدید. از این کارتان خوشم آمد. احساس نزدیکی بیشتری به شما کردم و از آن مدت لذت بردم. با وجود اینکه رابطه ما حرفه‌ای است، اما طبیعت گفتمان ما طلب می‌کند که صمیمانه‌تر با هم صحبت کنیم. بنابراین آیا تمایل دارید که یکدیگر را با نام‌های کوچک من صدا کنیم؟ نیچه که در طول زندگیش همواره از تقابلات شخصی این چنینی دوری کرده بود، با این درخواست غافلگیر شد. او کمی دست و پای خود را گم کرد و به لکنت افتاد، اما از آنجایی که هیچ راه خوشایندی را برای رد درخواست پیدا نکرد، لاجرم با بیمیلی سر تکان داد. نیچه در خصوص سوال بعدی بریر مبنی بر اینکه او را فردریش صدا بزند یا فریتز تقریبا فریاد زد: فردریش لطفاً. و اکنون به کارمان برسیم. بله، به کارمان برسیم. بیایید بازگردیم به سوالتان. پرسیدید چه چیز پشت افکار برتا است؟ می دانم که نگرانی های به مراتب عمیق‌تر و تیزتری هستند که معتقدم چند ماه پیش وقتی 40 سالگیم را پشت سر گذاشتم شدت گرفتن. می دانی فردریش، بحران 40 سالگی چیز عجیبی نیست. حواست باشد. تو تنها 2 سال دیگر فرصت داری که خود را آماده کنی. بریر می دانست که این حس صمیمیتش نیچه را معذب کرده بود، اما این را هم می دانست که بخشی از او خواستار روابط نزدیک با انسان است. نیچه با تردید گفت: من زیاد نگران این موضوع نیستم. فکر کنم از 20 سالگی 40 ساله هستم. این دیگر چه بود؟ یک روش؟ بدون شک یک روش. بریر به یاد بچه گربه ای افتاد که پسرش رابرت اخیراً در خیابان پیدایش کرده بود. او به پسرش گفت که کمی شیر برای گربه بگذار و کنار بیست. بگذار با خیال راحت غذایش را بخورد و به حضور تو عادت کند. بعدم وقتی احساس امنیت کرد می توانی او را نوازش کنی. پس بریر کنار ایستاد و فاصله را حفظ کرد. بریر ادامه داد: چطور افکارم را توصیف کنم؟ من به چیزهای سهمناک و تیرهی فکر میکنم. اغلب حس میکنم به اوج زندگیم رسیدم. بریر مکسی کرد و به خاطر آورد که چطور این موضوع را با فروید در میان گذاشته بود. من بر فراز قله رسیدم و وقتی از نوک قله به آنچه پیش رویم از مینگرم، تنها زوال، نزول به سمت پیری، پدر بزرگ شدن، موی سفید یا... بریر وسط فرق سرش که تاس شده بود دست کشید و ادامه داد: یا اینکه اصلا مویی برایم نمانده باشد میبینم. اما نه، این درست نیست. این نزول نیست که مرا عذاب میدهد، بلکه دیگر صعود نکردن است. دکتر بریر، دیگر صعود نکردن؟ چرا نمیتوانی به صعودت ادامه دهی؟ فردریش، می دانم که ترک عادتت سخت است، اما لطفاً مرا یوزف صدا بزن. خب، یوزف، در مورد دیگر صعود نکردنت به من بگو، یوزف. فردریش، بعضی اوقات حس می کنم هر کس یک عبارت مخفی یا درون مایه‌ای عمیق دارد که روزی به افسانه اصلی زندگیش تبدیل می شود. وقتی کودک بودم، کسی مرا پسرک عهد بی پایان نامید.
من از آن عبارت خوشم آمد و هزاران بار زیر لب آن را تکرار کردم. اغلب خود را چون خواننده‌ای تصور می کردم که با صدای بلندش می خواند پسرک بی پایان. دوست داشتم به آرامی و پرشور با تکه بر هر هجا آن را ادا کنم. حتی اکنون هم این کلمات مرا به وجد می آورند. و چه اتفاقی برای آن پسرک عهد بی پایان افتاده است؟ اوه، اغلب به این سوال فکر می کنم. چه اتفاقی برایش افتاد؟ می دانم که دیگر عهدی باقی نمانده، تمامش تحلیل رفته. به من بگو دقیقا منظورت از عهد چیست؟ خودم هم درست نمی دانم. فکر می کردم می دانم معنیش ظرفیت صعود، بالا رفتن، موفقیت، تحسین و اکتشافات علمی بود. اما من طعم این عهدها را چشیدم. من پزشکی خوشنام و شهروندی قابل احترامم. من چند اکتشاف علمی مهم را به انجام رساندم و ثبت تاریخ خاکی از آن است که نام من تا ابد به عنوان یکی از مکتشفان عملکرد گوش داخلی در کنترل تعادل باقی می‌ماند. و همچنین در اکتشاف یک فرایند تنظیم تنفس مهم به نام رفلکس هرینگ برویر هم شرکت داشتم. یوزف، به نظرت در این صورت تو مرد خوشبختی نیستی؟ آیا عهدت را تحقق نبخشیدی؟ لحن نیچه گیج کننده بود. آیا واقعا به دنبال اطلاعات بود یا ادای سقراط را در برابر منی که نقش آلکیبیادس بودم در می آورد؟ در هر حال برویر تصمیم گرفت به معنای سطحی سؤال پاسخ داد. فردریچ، شاید اهدافم تحقق یافته باشند، اما از این بابت احساس رضایت ندارم. هیجان یک موفقیت جدید در ابتدا چند ماه بر جای می ماند، اما به تدریج زود گذر می شود و به هفته، روزها و حتی ساعتها کاهش پیدا می کرد. و به طوری که اکنون این احساس به حدی زود محو می شود که حتی به پوستم نیز رسوخ نمی کند. اکنون به این نتیجه رسیدم که اهدافم جعلی بودند و هرگز سرنوشت آن پسرک بی عهد پیمان را رقم نمی زدند. اغلب احساس درماندگی دارم، زیرا اهداف پیشینم دیگر کارساز نیستند و دیگر روحیه ابداع اهداف نو را ندارم. وقتی به روند زندگی خود فکر می کنم، احساس می کنم در مورد خیانت، فریب و مضحکه آسمانی قرار گرفتم. گویی کل زندگیم را با سازی ناموزون رقصیده باشم. ساز ناموزون؟ ساز پسرک عهد بی پایان. همانی که کل زندگی زیر لب زمزمهش می کردم. ساز موزون بود یوزف. این رقصت بود که ناموزون بود. ساز موزون بود اما رقص ناموزون بود. منظورت چیست؟ نیچه سکوت کرد. منظورت این است که واژه عهد را بد تعبیر کردم؟ واژه بی پایان را هم بد تعبیر کردی یوزف؟ متوجه نمی شوم. می شود واضح تر سخن بگویی؟ شاید باید یاد بگیری که با خود واضح تر سخن بگویی. من در این چند روز اخیر متوجه شدم که درمان فلسفی یعنی گوش فرا دادن به صدای درونی خود را بیاموزی. مگر به من نگفتی که بیمارت برتا با صحبت درباره همه جوانب افکار خودش را درمان کرد؟ اصطلاحی که برایان به کار برد چه بود؟ دودکش پاک کنی. در واقع این برتا بود که این اصطلاح را ابداع کرد. پاک کردن دودکش یعنی خودش را رها می کرد تا بتواند مغزش را تخلیه کند و تمامی افکار آزاردهنده را از ذهنش پاک کند. نیچه گفت استعاره خوبی است. شاید باید در گفتگوی من از این روش استفاده کنیم. اصلا از همین حالا شروع می کنیم. مثلا می توانید دودکش پاک کنی را از روی پسرک عهد بی پایان پیاده کنی؟ پریر سرش را به صندلی تکیه داد. فکر می کنم همه چیز را گفتم. این پسرک در آینده به نقطه‌ای در زندگیش رسید که دیگر نمی توانست هدفی جلوتر از آن را ببیند. مقصود زندگیش، مقصود من، اهدافم، پاداش‌هایی که در طول زندگی مرا به جلو پیش برد، همه آنها اکنون در نظرم پوچند. وقتی به این فکر می کنم که چگونه
در پی این پوچی بودم و چطور تنها زندگی را که داشتم را تباه کردم، احساس ناامیدی هولناکی همه وجودم را فرا می گیرد. به جایش باید چه چیزی را پی می بردی؟ لحن پرمهر و مطمئن‌تر نیچه به بریر دلگرمی می داد. گویی با این حیطه آشنایی قبلی داشت. این بخش سخت کار است. زندگی امتحانی است که هیچ جواب صحیحی ندارد. اگر قرار بود از اول شروع کنم، فکر کنم باز هم دقیقا همین کارها را می کردم و همین اشتباهات را تکرار می کردم. چند روز پیش یک ایده خوب برای داستان به ذهنم رسید. کاش من هم می توانستم بنویسم. تصور کن یک مرد میانسال که زندگی رضایت بخشی نداشته به جنی برخورد می کند که به او شانس زندگی دوباره با حفظ خاطرات زندگی گذشتش را می دهد. او دو دستی به این فرصت می چسبد، اما در کمال تعجب و وحشت می بیند که دقیقا همان زندگی را با همان انتخاب ها، اشتباهات و پذیرش همان اهداف و معبودها تکرار می کند. و این اهدافی که با آنها زندگی میکنی از کجا نشأت گرفتند؟ چطور آنها را انتخاب کردی؟ چطور اهدافم را انتخاب کردم؟ به نظر میرسد که انتخاب کلمه مورد علاقه توست. پسران 5، 10، یا 20 ساله زندگیشان را انتخاب نمیکنند. نمیدانم چه فکری راجع به سوالت بکنم. نیچه مصرانه گفت فکر نکن. تنها عملیات دودکش پاک کنی را انجام بده. اهداف در فرهنگ نهفتند، در هوا. آنان را با نفس به داخل راه می دهیم. همه پسر بچه هایی که با آنان بزرگ شدم همان اهداف را داشتند. همه ما می خواستیم از آن محله کلیمی نشین فراتر رویم و به موفقیت، ثروت و احترام دست یابیم. همه همین را می‌خواستند. هیچ کدام از ما عمدن هدفی را انتخاب نکردیم. آنها همانجا حضور داشتند و پیامدهای طبیعی روزگارم، مردمم و خانواده‌ام بودند. یوزف، اما آنها به درد تو نخوردند. به قدری استوار نبودند که پشتوانه زندگی تو باشند. شاید برای برخی افراد کافی بودند، مثلا برای آنهایی که بینش ضعیفی دارند، یا آن پادوهای کند ذهنی که تنها به دنبال اهداف مادی هستند، یا حتی آنان که به موفقیت دست پیدا می کنند اما همچنان روحیه تعیین اهداف جدید خارج از دسترسشان را دارند. اما تو همانند من بینش خوبی داری. تو افق بسیار دوردست زندگی را میبینی. تو میبینی که دستیابی به اهداف نادرست بیهوده بوده و از این رو دستیابی به اهداف جدید نادرست نیز بیهوده است. صفر را هر چقدر هم در خود ضرب کنی باز هم صفر است. این سخنان بریر را مدهوش کرد و به طوری که همه اشیاء اطرافش از دیوارها گرفته تا پنجره، شومینه و حتی جسم نیچه به ناگاه در نظرش محو شدند. او کل عمرش را منتظر چنین گفتگویی بود. بله فردریش، تمام حرفهایت صحیح است، جز تأکیدت بر این که هر فرد عمدن طرح زندگیش را انتخاب می کند. شخص آگاهانه اهداف زندگیش را انتخاب نمی کند، بلکه اهداف تصادفات تاریخی هستند. این طور نیست؟ وقتی مالک طرح زندگی خود نباشی، یعنی به وجودت اجازه می دهی تصادف باشد. بریر مخالفت کرد. اما هیچ کس آزادی عمل ندارد، نمی تواند خارج از دیدگاه زمان، فرهنگ و خانواده قدم بردارد. نیچه صحبتش را قطع کرد. روزی یک معلم یهودی دانا به شاگردانش توصیه کرد که از پدر و مادرشان جدا شوند و دنبال کمال بروند. چنین قدمی میتوانست شایسته پسرک عهد بی پایان باشد. آن قدم میتوانست رقص موزون با ساز موزون باشد. رقص موزون با ساز موزون. بریر سعی کرد روی معنای این کلمات تمرکز کند، اما به ناگاه دل سرد شد. فردریش، من به چنین گفتگوهای علاقه دارم، اما صدایی در درونم همواره می پرسد آیا راه به جایی می بریم؟ بحث ما بیش از حد فرازمینی است و از ضربانی که در سینه و سنگینی که در سرم حس می کنم فاصله بسیار دارد. صبوری کن یوزف. آنا او چه مدت عملیات دودکش پاک کنی را انجام داد؟
بله، ماه‌ها زمان برد، اما من و تو تنها یک ماه فرصت داریم و یک تفاوت دیگر هم وجود داشت. تمرکز دودکش پاک کنی او همواره روی دردش بود، اما گفتگوی انتظایی ما در مورد اهداف و مقاصد زندگی ربطی به درد من ندارد. نیچه بدون اینکه خم به ابرو بیاورد به صحبتش ادامه داد، گویی برویر اصلا هیچ نگفته بود. یوزف، تو گفتی وقتی 40 ساله شدی تمامی این نگرانی ها شدت یافت. چه پشتکاری داری فردریش؟ تو باعث می شوی با خودم هم صبورتر باشم. آیا واقعا علاقه داری راجع به 40 سالگی من بدانی؟ من قطعا جواب واضحی در آن خصوص به تو می دهم. 40 سالگی، بله، ورود به این سن برایم یک بحران بود. البته بحران دوم. اولین بحران من در سن 29 سالگی وقتی آپولزر رئیس دانشکده پزشکی بر اثر حسب واگیردار فوت کرد اتفاق افتاد. 16 آوریل سال 1871. من هنوز همان تاریخ را به یاد دارم. او استاد، حامی و پدر دوم من بود. نیچه گفت من به پدران دوم علاقه دارم. بیش از او برایم بگو. او بزرگترین معلم زندگی من بود. همه می دانستند که مرا برای جانشینی خیش آماده می کرد. من بهترین نامزد بودم و باید کرسی خالی او را پر می کردم. اما این اتفاق نیفتاد. شاید هم برای محقق شدن این اتفاق کمک خاصی نکردم. در اساس مسائل سیاسی و شاید هم مذهبی شخص پایین رتبه‌ای به آن جایگاه منصوب شد. آنجا دیگر جای من نبود. از این رو آزمایشگاه و حتی کبوتران مورد تحقیقم را به خانه انتقال دادم و به کار شخصی تمام وقت رو آوردم. بریر با ناراحتی گفت آن اتفاق پایان عهد بی پایان حرفه‌ای دانشگاهی بود. منظورت از این که برای محقق شدن آن اتفاق کمکی نکردی چه بود؟ بریر با حیرت به نیچه نگریست. چقدر سریع از یک فیلسوف به پزشک تبدیل شدی. گوشهای تیز تو به درد طبابت می‌خورد. هیچ چیز از تو پنهان نمی‌ماند. من به این دلیل آن حرف را زدم چون می‌دانم باید صادق باشم. اما هنوز هم جای زخمش درد می کند. من نمی خواستم اصلا راجع به آن حرف بزنم، اما تو دقیقا همان جمله را انتخاب کردی. می بینی یوزف؟ تا از تو می خواهم چیزی برخلاف میلت بگویی، درست در همان لحظه با تعریف و تمجید از من قدرت را در دست می گیری. با این اوصاف هنوز هم مدعی هستی که کشمکش برای قدرت بخش مهم رابطه ما را دربر نمی گیرد؟ بریر به یک بار در صندلی خود فرو رفت. وای دوباره. او دستش را جلوی نیچه تکان داد. خواهشاً آن بحث را دوباره وسط نکش. لطفاً بگذر. سپس اضافه کرد. راستی بگذار این را هم بگویم. اگر بیان هر حس مثبتی را ممنوع کنی، در آن صورت همان رابطه‌ای که در ویو پیش بینی کرده بودی را به وجود می آوری. این یک علم نامعتبر است و یعنی تو اطلاعات را مهندسی کرده ای. علم نامعتبر؟ نیچه برای لحظه در فکر فرو رفت و سپس به نشان تایید سر تکان داد. حق با توست. این بحث را تمام میکنیم. بیا برگردیم به این که تو چگونه به محقق شدن حرفت کمکی نکردی. خب شواهد زیادی موجود هستند. مثلا در نوشتن و چاپ مقالاتی علمی تعلل کردم. کاغذ بازی های لازم برای آن مقام را انجام ندادم. به انجمن پزشکی های معتبری ملحق نشدم یا در کمیسیون های دانشگاهی شرکت نکردم یا در روابط سیاسی ارتباط درستی را انتخاب نکردم. نمیدانم چرا. شاید این مورد به قدرت مربوط باشد. شاید از کشمکش‌های رقابتی ابا کردم. برای من رقابت با معمای دستگاه تعادلی کبوتر راحت‌تر از رقابت با مردی دیگر بود. فکر کنم همین مشکلاتی که با رقابت دارم باعث می‌شود تصور برتا با مردی دیگر عذابم دهد. شاید یوزف، تو حس کردی که پسرک عهد بی پایان نیازی ندارد برای رسیدن به جایی خود را به آب و آتش بزند. بله، چنین حسی را نیز داشتم. اما دلیلش هرچه که بود، آن اتفاق پایان حرفه دانشگاهی من بود. اولین زخم مرگبار و اولین حمله‌ای بود که بر افسانه عهد بی پایان فرود آمد. خب،
این مربوط به 29 سالگی بود. بحران دوم که در 40 سالگی اتفاق افتاد چه بود؟ زخم عمیقی بود. 40 سالگی تصور ممکن شدن همه آرزوهایم را از هم پاشاند. ناگهان به آشکارترین حقیقت زندگی پی بردم. اینکه زمان به عقب بر نمی گردد و زندگی من به پایان خود نزدیک می شود. البته این را همیشه می دانستم، اما درکش در 40 سالگی جور دیگری بود. من اکنون می دانم که پسرک عهد بی پایان تنها پرچمدار در حال حرکت بود. عهدش خیالی بیش نبود و بی پایانش بی معنی بود و من هم همانند دیگر مردان آهسته و پیوسته رهسپار مرگ می شدم. نیچه قاطعانه سرش را به نشان نفی تکان داد. تو بینش روشن را زخم می پنداری؟ به چیزهایی که آموخته‌ای بنگر؟ یوزف، این که نمی شود بر زمان غلبه کرد و اراده هم به عقب بر نمی گردد. تنها افراد خوششانس چنین بینشی را در می یابند. خوششانس؟ چه لغت عجیبی. آنچه من آموختم این است که مرگ در حال نزدیک شدن به من است. اینکه به حدی ضعیف و حقیرم که زندگی هیچ هدف و ارزشی برایم ندارد. و تو این را خوششانسی می نامی؟ اینکه اراده به عقب بر نمی گردد بدان معنی نیست که ضعیف باشد. اینکه خدا مرده است بدان معنی نیست که هستی بی هدف است. یا اینکه مرگ فرا میرسد بدان معنی نیست که زندگی ارزشی نداشته باشد. اینها چیزهایی است که به وقتش به تو میآموزم، اما برای امروز کافی است. شاید هم خیلی زیاده روی کردیم. قبل از جلسه فردا بحثمان را مرور کن و روی آن تفکر کن. برویر که از پایان ناگهانی جلسه غافلگیر شده بود به ساعتش نگاه کرد و متوجه شد که هنوز 10 دقیقه دیگر وقت داشت، اما اعتراضی نکرد و همانند بچه مدرسه هایی که زودتر از کلاس مرخص می شوند با خیال آسوده اتاق نیچه را ترک کرد. گزیده ای از یادداشت های دکتر برویر روی اکارت مولر، هفته دسامبر 1882. صبر، صبر، صبر. من برای اولین بار معنا و ارزش این واژه را فهمیدم. من باید هدف وسیعم را در ذهن نگاه دارم. تمامی گام‌های جسورانه و نارسی که تا کنون برداشتم به بن‌بست خورده. به شروع شطرنج بیندیش. مهره‌ها را آرام آرام و نظاممند به حرکت درآور. کانون مستحکمی را ایجاد کن. هر مهره را بیش از یک بار تکان نده. وزیر را زود روانه نکن. دارد نتیجه می دهد؟ قدم بزرگ رو به جلو امروز استعمال نامه کوچک بود. او از پیشنهاد من خوشگش زد. به زور جلوی خنده خود را گرفتم. هرچقدر هم آزاداندیش باشد، قلبن یک وینی است و القاب خود را به اندازه بی‌عاطفگیش دوست دارد. بعد از آنکه چند بار او را فردریش صدا کردم، او هم واکنش متقابل نشان داد و مرا به اسم کوچک صدا زد. با این کار جو متفاوتی در جلسه حاکم شد. در عرض چند دقیقه شکاف کوچکی را گشود و اشاره کرد که بیش از سهمش با بحران مواجه بوده و اینکه در 20 سالگی 40 ساله شد. من فعلا از روی این نکته گذشتم، اما بعدها باید به آن بازگردم. شاید برای اولین بار خوب باشد که کمک‌های خود را به او فراموش کنم و با تلاش‌های او برای کمک به من همراه شوم. هرچه بیشیل پیلتر باشم و کمتر دغل بازی کنم بهتر است، چرا که او مثل زیگ چشمان یک عقاب را دارد و به ماهیت هر گونه تظاهر و فریبی پی می‌برد. بحث امروزمان همانند کلاس‌های فلسفی برنانتو در سال‌های پیشین بسیار مهیج بود. بعضی اوقات جوگیر می‌شدم، اما آیا مفید بود؟ من نگرانی‌هایم در خصوص پیری، فناپذیری، بی‌هدفی و تمام افکار مریض ذهنم را برایش تکرار کردم. به نظر می رسید که به طرز عجیبی جذب عبارت کهن پسرک عهد بی پایان من شده بود. مطمئن نیستم که کاملا متوجه منظورش شده باشم، البته اگر اصلا منظوری داشت. امروز روشش برایم واضح تر است. از آنجایی که باور دارد افکار وسواسی من نسبت به برتا مرا از نگرانی های وجودی منحرف می کند، قصدش این است که من را با آنها روبرو کند.
آنان را تحریک کند یا احتمالاً مرا از این هم ناراحت تر کند. از این رو شدیداً مرا تحریک می کند و هیچ گونه کمکی هم به من نمی دهد. مسلماً به دلیل ویژگی های شخصیتیش این کار چندان هم برایش سخت نیست. ظاهراً معتقد است که روش بحث فلسفی روی من تأثیر خواهد داشت. من سعی می کنم به او بفهمانم که این روش روی من اثر ندارد، اما او هم مثل من حین کار روش های مختلف را امتحان می کند و از خودش روش جدید در می آورد. روش ابداعی دیگری که امروز اتخاذ کرد استفاده از روش دودکش پاک کنی من بود. حس عجیبی است که به جای ناظر نقش پاک کننده را در این روش ایفا کنم. عجیب است اما ناخوشایند نیست. آنچه ناخوشایند و آزاردهنده است خود بزرگ بینی اوست که به طور مرتب نمود پیدا می کند. او امروز ادعا کرد که معنی و ارزش زندگی را به من یاد خواهد داد. فقط اکنون نه. هنوز برایش آماده نیستم. یادداشت‌های فردریش نیچه روی دکتر بریر، 7 دسامبر 1882. بالاخره این بحث ارزش توجه مرا داشت. بحثی بود که بسیاری از افکارم را به اثبات رسانید. با مردی مواجهم که به حدی بار فرهنگ، جایگاه و خانوادش روی دلش سنگینی می کند که تاکنون اراده خود را نشناخته. به قدری با جماعت همرنگ و آمیخته شده که وقتی از انتخاب صحبت می کنم چنان حیرت زده می شود که گویی به زبان بیگانه با او سخن می گویم. شاید تبعیت است که این گونه یهودیان را مقید کرده. شکنجه های خارجی به قدری این مردم را به هم همبسته کرده که یک شخص واحد برایشان معنا ندارد. وقتی او را با این حقیقت مواجه کردم که خود اجازه داده زندگیش یک تصادف باشد، او امکان انتخاب را انکار می کند. او به من می گوید که هر کسی که در بستر فرهنگ قرار گرفته است توانایی انتخاب ندارد. وقتی با ملایمت او را با حکم مسیح رو در رو می کنم که از والدین و فرهنگ جدا شوید و به دنبال کمال بروید، او اظهار می کند که روش من بسیار فرازمینی است و بحث را عوض می کند. خیلی جالب است که او چنین مفهومی را در سنی پایین درک کرده بود، اما هرگز بینش دیدنش را در خود پرورش نداد. او مثل همه ما پسرک عهد بی پایان بود، اما هرگز طبیعت عهدش را نفهمید. او هرگز در نیافت که وظیفش به کمال رساندن طبیعتش غلبه بر خود، فرهنگ، خانواده، شهوت، ماهیت پست حیوانیش و تبدیل شدن به آن که بود و آن چه بود است. او هرگز رشد نیافت، هرگز اولین پوست خود را ننداخت. او به غلط فکر کرد عهدش تحقق اهداف حرفه‌ای و مادی بود. وقتی بدون تسکین دادن ندای به آنکه هستی تبدیل شو به اهدافش دست یافت، لاجرم به ناامیدی روی آورد و از حقه‌ای که بر او روا شده بود مینالید. حتی هنوز هم مفهوم آن را نمی‌داند. آیا امیدی به او هست؟ او حداقل به مباحث درستی می‌اندیشد و دست به دامان نیرنگ های مذهبی نمی شود، اما ترس زیادی در او نهفته است. چطور محکم بودن را به او بیاموزم؟ یک بار گفت که حمام آب سرد برای قوی کردن پوست خوب است. آیا تجویزی برای قوی کردن عزم هم وجود دارد؟ او به این بینش رسیده است که ما نه با اراده خدا که با اراده زمان حکمرانی می شویم. او می داند که اراده در برابر عبارت پس چنین شد ناتوان است. آیا این توانایی را دارم که به او بیاموزم پس چنین شد را به پس من اراده کردم تغییر دهد؟ او اصرار دارد مرا با نام کوچکم صدا بزند، با وجود اینکه می داند ترجیح من این نیست. اما این عذاب ناچیزی است. به قدری قوی هستم که اجازه این پیروزی کوچک را به او بدهم. نامه فردریش نیچه به لو سالومه، دسامبر 1882. لو، دردی که من متحمل می شوم در برابر اینکه آیا تو دوباره خود را می یابی بسیار ناچیز است. لوی عزیزم، من تا به حال با کسی به بیچارگی تو روبرو نشده بودم. جاهل اما به شدت باهوش، توانا در بهره بری از دانسته ها، بی زائقه اما ساده در این نقص،
صادق تنها در موارد ناچیز و اغلب به سبب لجاجت. فریبکار در مقیاسی عظیمتر و کل زندگی. بی احساس به بخشیدن یا گرفتن. بی روح و ناتوان به عشق ورزیدن. در احساس همیشه بیمار تا مرز دیوانگی. قدر نشناس و بی شرم در مقابل خیرخواهان. علل خصوص. غیر قابل اعتماد. بی نزاکت. گستاخ به حرمت. ذهنی با نخستین نشانهای روح، گربه صفت، درندهی در لباس حیوان اهلی، نجابت برخواسته از آشنایی با نجیب زادگان، اراده قوی اما نه برای هدفی والا، بی پشتکار و بی خلوص، شهوانیت ظالمانه جابجا شده، خودبینی کودکانه ناشی از ناتوانی و تعلل جنسی. بی مهر به مردم اما پر مهر به خدا. نیازمند به پیش رفت. فریبکار ولی مملو از خودداری در برابر شهوانیت مردان.